بله قطعا حق با شماست. حقیقتش خانم نیلی، من یه چند وقتیه که گرفتار شدم. نه خیالتون راحت باشه، پارت آخر کامله. بله بله تینا جون تماس گرفتن، طرح روی جلد برام ارسال کردن. آره من دوست داشتم، چرا که نه، خوشگل بود. بله توی همین یکی دو روزه براتون میفرستم حتما، انشالله که ببینمتون. اگه اجازه بدید من باهاتون تماس میگیرم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. ببخش بعد ازم سر پا موندی. ویراستارتون بود؟ مبارک ایشالله. ممنون مریم جان، من واقعا دلم نمیخواست تو بری. میتونم، ولی چون خودت گفتی منم دیگه به احترام حرفت قبول کردم. ممنونم اونجا. فقط بهم قول بده هر کاری داشتی فقط به خودم زنگ بزنی، باشه؟ چشم. چشمت بیبرا. بریم، به امیر گفتم برسونت. نه دیگه، با آقا امیر زحمت نمیدم، گفتم ماشین بیار. چه زحمتی؟ امیر خونه است، خودش میده زونتت، بیرم برات میاره. مامان جان میبخشیده، یه وقت ناراحت که نشدی من دارم میرم. اینجا بهت بد میگذره؟ قربونت برم، چه حرفی میزنی؟ آدم خونه خودش بهش بد میگذره؟ پس چی؟ مامانم زنگ زد، کلی اصرار کرد یه چند روز برم پیششون. یکم نگرانم شده. بعدش هم بدون علیرضا خیلی سخت میگذره به. هر طرف رو نگاه میکنم علیرضا رو میبینم، به خدا دلم خیلی برش تنگ شد. میدونم چی میگی، کاملا به حق میدم، برای همه همون سخت شد. اصلا دخترم اونجوری، علیرضا پسرم اونجوری. خدایا با خودت کمک کن. درست میشه مامان جان، درست میشه ایشان. بهشان بفرم. این ظاهر و باطن مغازه با همه وسایلاش، هرچی توش هست، یک سال در رهن شما، همه جوری هم تحویل میگیریم. سعی و سالم تحویل میدیم، سعی و سالم تحویل میگیریم. ما دیگه خودمون بازنشست کردیم، باید بریم به زن و زندگی برسیم. دیگه بریم بالا رو من نشونت بدم. بفرم تشریف بیار دنبال من، انشالله که خوشت بیاد. برا ما که آمد داشت، انشالله برای شما هم آمد داشته باشه. بفرم اینجا سرویس پیداشتیمون، این هم طبقه بالا ظاهر و باطل، حالا انشالله خوشت بیاد. راستی شما یه شریک هم داشتی نه اومده؟ بله میاد. بله بفرم، خوش اومدی. یه نگاه بالا رو بنداز، من پایین هستم در خدمتون. دست شما زنده کنم. بفرم راحت باشی. شما را درد نکنه خانم، زحمت کشیده. خوش میکنم نوشه جان. عصر را زنگ زدم. خب میخواستم ببینم آزاد بهش چی گفته. خانم شاید یه حرفی زده که ما نباید بزنه. آخه عزیز من، نمیشه که ما همینجوری دست رو دست بذاریم که ببینیم زندگیشون چی میشه. باشه من باش حرف میزنم. با کی؟ با اسرا؟ نه عزیزم، با آزاد. شما نگران نباش. باشه.
آزاد داداش یکی اومده پایین منتظرت. بلند شو داداش، بلند شو. خیره؟ ببین من دارم میرم بیرون، در مغازه باز. خیلی ممنون. چه جای دنج و قشنگی، خیلی خوشگله. خدمت شما. بابا زحمت کشیدی شما، خودتون شیرینین. خیلی ممنون. چه خبر؟ سلامتی. خوبه؟ خیلی خیلی. من که خیلی دوستش داشتم. سلام علیکم. سلام، احوال شما؟ شما چه ترسه خوبی؟ چه شما کجا بده کن؟ شما فقط آدرس دادم بهشون، دیگه کاری نکردم. چرا؟ خیلی خیلی خوش اومدین استاد خانم. خدمت شما میدونی که ما هنوز کافی شاپ خوب راه ننداختیم دست کامون، اما بنده به گل افتخار و گل وجود شما دو تا عاشق، دو تا آب هویج بستنی از بهترین آب هویج بستنی سر خیابون گرفتم. مهمون بنده هستی. خداحافظی میکنم، من حضورتون رو میبینم. با اجازتون فعلا. خیلی ممنون ازتون. بفرمایید چایی. دست شما درد نکنه. قند نمیخوام. چیزی میخواییم براتون بیارم؟ اتفاقی افتاده، کاری از دست من برمیام، در خدمتم، هر کاری باشه انجام میدم با جون دل. ممنون آقا تماس. کار خاصی نیست، یعنی کار خاصی که بشه انجامش داد نیست. Yes.
سلام، خسته نباشی. سلام سلام سلام. خوبی؟ خوبم خانم. چیزی شده؟ نه. مطمئن؟ آره. آخه محسن. بله. چی شده؟ چیزی نیست خانم، چیزی نیست. بگو چه خبره؟ امروز آزاد اومد تو پارک باش حرف زدم. خب بهش گفتم آزاد جان این وصلت به نفع هیچ کدوم از شما دوتا نیست. جدا؟ حرف جدایی رو پیش کشیدی؟ محسن جان اسرا به آزاد علاقه داره، این دوتا هم دیگر رو دوست دارن، شاید بعضی وقتا ازش ناراحت و دلگیر بشه ولی در همین حد دلگیریه، قلبن دوستش داره. بچم روش نمیشه این حرفا رو به تو بگه، میاد با من درد و دل میکنه، تازه با منم که حرف میزنه انقدر حرفاشو میپیچونه که نمیفهمم چی میگه. میدونم مانیلا میدونم، باور کن من نگران هر دوتاشون هستم، والله به غیر صلاح این دوتا من هیچی تو این مغزم نمیگذره، هیچ. به قول خودت ما با عقلمون گز میکنیم و اینا با قلب و دلشون تصمیم میگیرن، ولی در نهایت تو دعوای عقل و دل لطف حقه که برنده رو مشخص میکنه. یادته پدر خدا بیا مرزم همیشه میگفت مردی که از 12 ماه سال 11 ماهشو خونه نباشه نباید بهش دختر داد. ولی آخرش چی شد؟ منو تو کار خودمونو کردیم. خدا بیا مرزتش. روح شاد الان باشو، یا به دست و صورتت بزن شام آماده است. چی شد؟ فرمود کجاست؟ تو اتاقش منتظر شما. قرار بود امشب با هم بشینیم فیلم عباس رو نگاه کنیم. میدونم ولی برای بعد از شام. خب پس بگو بچه ها بیان شام دوره هم بخوریم. باشه چشم، منتظرم. گفتم آقا تاجیک ببین تو بیا تکلیف این پولا رو روشن کن تا گرفتاری ما بیشتر از این نشده، دچار آقا ننمون نشدیم. درسته 5 میلیون اصلا رقمی نیست ولی حسابی مثل افتاده بیخ گردنمون، داره راه نفسمون رو میگیره، خیلی داره واسمون سنگینی میکنه. اونم گفت باشه بذار قائله کارخونه تموم شه یه حساب بهت میدم بریز تو حساب. یعنی مطمئن باشم؟ بله دروغم چیه، مطمئن باش دیگه. ببین من الان 51 میلیون خورده پول دارم تو حساب من. تومن؟ بله تومن. Thank you.
چی بگم والا منیر جون، شرمنده به خدا، من اصلا در جریان نبودم. از آقا محسن عذرخواهی کن، بگو بچگی کرده نفهمیده. الان من میرم بالا باش حرف میزنم. به اسرا سلام برسون. تو خجالت نمیکشی؟ رفتی در خونه آقا محسن تهدیدش کردی که ازش شکایت میکنی؟ این چه کاری بود که کردی؟ کی به شما گفت؟ جواب منو بده. اینجوری که نگفتم اما... آخه بچه تو یه جا عقل تو اون کله پوکت نیست؟ برای چی این کارو کردی؟ نمیدونم، عصبانی بودم. همه پاشونو کشیدن کنار. خب من اصلا این وسط باید چیکار کنیم؟ بعدش من نمیخواستم اوضاع به اونجا برسه که. فقط میخواستم به آقا محسن بگم که مثلا خیلی جدی هستی؟ آقا محسن با توپ و تشر بابات که دو برابر توئه، کوتاه نیامد. اون وقت به حرف تو یه الف برچه جا بزنه؟ اونم درست تو این وضعیتی که اونا مشکل علیرضا رو دارن. چرا این کارو کردی مادر؟ شما که مادر منی، بزرگ منی، عزیز منی، تاج سر منی، شما بگو من باید چی کار کنم؟ اینو باید قبلش میپرسیدی، نه الان که کاسه چه کنم چه کنم دستت گرفتی. تازه داشتم منیره رو لام میکردم با حاج محسن صحبت کنه رازیش کنه. من نمیدونم بابا و آقا محسن دعواشون شده، من و عصر باید این وسط بسوزیم؟ دعوای کارخونه به من و عصر چه ربطی داره؟ من نمیدونم کسی حرف من اینجا میفهمه یا نه. کجا؟ باز نری دست گلی با آب بدی. نگران نباش مادر من، اوضاع اینقدر خراب هست که من اگه بخوام خرابتر از این نمیشه. آقا چرا زودتر نگفتی پیام؟ تو که وضعیت منو میدونی، سرم اینقدر شلوغه که وقت سرخانوندن ندارم. مادرم از اون ور رو ویلچر، پیمانم که حوصله هیچ کس رو جز من نداره. سیا کسی رو سراغ نرید دستی سر گوشه در دیوار اینجا بکشه. میخوام رنگ کنی. چه رنگی میخوای؟ هر چی که به ما خواست، فقط میخوام این آپارتمان رو خودم تمیز کار کنی. باش، رمضانی رو میگم بیاد. آره رمضانی خوبه. بعدش هم این که دنبال یه خانم قابل اعتمادم که هر روز بیاد اینجا کارای مادرم انجام بده. سراغ داری؟ پیداش میکنم. قابل اعتماد باشه. خیالت راحت. تحویل شما. کارت درسته. سلامت باشی عزیزم. سیا فعلا یه شماره کارت بده بخوام بعد از حساب جابجا کنم. قابل دار نیست به خدا داداش. تعارف نکن. شما ثابت شده یا عزیزم. سیا جون زحمت کشیدی. انجام وظیفه است. قربانت. مادر جان خدا نگهدار. بازم کار داشتی من زنگ بزن. بیا پیش ما. خب شما که بالا مالای ما نمیخوری. اختیار داری. از اون رفیقمون چه خبر؟ کدوم دیگه؟ چلان چولان چون. هنوز هم اونجوریه. سلام برسه. مبارک باشه. خدافظ. خدا نگهدار. دوستش داری؟ آره. تو رو هم خیلی دوست دارم. قربانت. داداش. جونم. میشه بهت زنگ بزنم؟ آره واسه همین برات خریدم دیگه. هر کاری داشتی به خودم زنگ بزن. داداش یه خواهش دیگه. جونم. میشه بریم فلافلی؟ آره چرا نمیشه، برو حاضرشو بریم با ماشه دوری بزنیم، برو. داداش خیلی مردی. چی میخوای بگی؟ همون حرفای همیشگی؟ آخه کی تو این دور زمونه به من زن میده ها؟ البته کسی هم زیر سر ندارم، ولی خب راستش جدیدن با یکی آشنا شدم. یه هوای دلم رو بدجوری بارونی کرده. اسمش بارانه. قد بلند، آدم حسابی. البته هنوز نه به بار نه به دار، چیزی معلوم نیست، ولی خب میگیرمش. من کردم.
میخوام کافه‌مون خیلی خاص باشه. اون اتاق بغلیه هست، اونو میخوام بکنم کتاب خونه. یه رنگ خوبم بهش بزنم که قشنگ متفاوت باشه. بکنیمش کافه کتاب. خوبه؟ خوبه. خسته ای؟ خیلی. تو هم دیگه کم کم باید یه فکری به حال این شیفتات بکنی. آخه دست من که نیست. آره میدونم. حالا ایشالله مطب خودتو بزنی دیگه بیخیال همه این چیزا میشی. یه چیزی بپرسم؟ دوتا چیز بپرس. راستشو میگی؟ شک نکن. تو راست راستی میخواستی تمومش کنی و بری یا فیلمت بود؟ مگه من دیوونم؟ من بدون تو میمیرم، کجا برم؟ شما ممنون. مامان خوبه؟ سلام دارم خدمت. بفرمایید منزل. متشکرم. شما بفرمایید، من فقط یه چند دقیقه مزاحم آقای تاجی هستم. خواهش میکنم. با اجازه. خواهش. سلام آقای تاجی. سلام. من یه عرض کوچیک خدمتتون داشتم. خواهش میکنم. ماشینا رو جابجا کنیم بریم داخل. بفرمایید، بفرمایید. یالا. خب، در خدمتم. حقیقتش می‌خواستم برای اون بی‌ادبی که اون روز کردم ازتون عذرخواهی کنم. نیازی به عذرخواهی نیست. آقا محسن، من و اسرا جز شما کسی رو نداریم. منم باور کنین دوست ندارم دم و دقیقه بیام اینجا و مزاحم شما باشم. نه نه، اصلا بحث این حرفا نیست. شما دیگه الان جز خانواده ایمون شدی. اگر حرفی زدم یا میزنم صرفا صلاح تو و اسرا رو میخوام. بله میدونم. اینو من مستقیم به پدرم هم گفتم. با عرض شرمندگی مجبورم به شما بگم. بعضی پدر مادرها اونجوری که باید بزرگ شدن و قد کشیدن بچه هاشون رو نمیبینه. اینجور پدر مادر رو فکر میکنن که فرزند همیشه نپخته و خامه، برای همین اجازه دارن به جاش تصمیم بگیرن. من فکر میکنم که درباره حرفای من اشتباه متوجه شدید. نمیدونم شاید، ولی پدر مادر رو صرفاً به خاطر اینکه پدر مادرن اجازه ندارن جای بچه هاشون تصمیم بگیرن. درسته؟ بله. آقای آزاد مفخم، شما مو میبینی من پیچشم. درسته، ولی همونجور که میدونین من شرعن و عرفن و قانونن همسر اسرام. میفهمم، این هم درسته، کاملا درسته. اما من یه پیشنهادی میکنم، شما به شرایط موجود بین دوتا خانواده خوب فکر کنید بعد تصمیم بگیرید. اون وقت میتونیم بیشتر با هم حرف بزنیم، چطوره؟ خوبه. الان هم بریم داخل در خدمت باشیم. نه ممنون، مزاحم نمیشم، کار دارم. بعد به باشه، هر جور میرید. با اجازه. Thank you.
من از تو ماشین یه چیزی رو بیارش. ببخش. خواهش. دست درد نکنه. بفرمایید نوشه جان. چی شد؟ بازو درد زدم، حرفش کاملا شرعی و قانونیه. میگه میخوام همسرم ببرم خونه. خوب تو بهش چی گفتی؟ من اولش گفتم که این زندگی و ادامهش به درد هیچ کدوم از شما دوتا نمیخوره، به صلاحتون نیست. اما با حرفایی که زد فهمیدم که دیگه بیشتر از این نباید دخالت بکنم. اسرا، مامان، دخترم، مامان هرس نخور. برای چی داری قصه میخوری؟ من به آزاد حق میدم دخترم. منم جای اون بودم همین کارو میکردم. بهش حق میدم که برای زندگی و آیندتون نگران باشه. ولی عزیز من، راهش که این نیست. یه مدت بعد دندون و جیگر بذاره. یه سری کارا رو ما بزرگتر رو بعد انجام بدیم. آزاد گناه داره، مهمون ما بود. مامانی جون، بابا رسمن حرف طلاق رو پیش کشیده. خب آزاد حق داره دیگه. بله من قربونت برم. گریه نکن مامان، قصه نخور مامان. مگه من مردم که تو داری گریه میکنی؟ نگران نباش، من با بابا صحبت میکنم. این خبر امیدوار کننده ایه. یعنی سطح هوشیاریش اومده بالا؟ فقط یه حرکت کوچیک انگشته، فعلا باید منتظر بمونیم. یعنی چی آقای دکتر؟ ببینید خانم، نمیخوام بهتون امید واهی بدم. از نظر پزشکی میتونه دلایل خیلی زیادی داشته باشه. دکتر داروی قبلیش هم ادامه بدید. داروی قبلیش بله ادامه بدید، فقط دو تا مورد دارو دیگه نوشتم اونم اضافه کنید. فعلا با اجازه. خیلی ممنون. من صدامو میشنوی؟ من حاضرم هر کاری بکنم که تو برگرد.
تو رو خدا برگرد بابک، من تنهایی نمیتونم، روز بابا میخواد، من تنهایی نمیتونم. بفرمایید. دست درد نکنه استاد جان. میشه جان. خیلی زحمت کشیدی. بابا. جانم بابا. یه چیزی بگم. بگو. آزاد پسر خیلی خوبیه. اهل کاره، اهل زندگیه، توی دلشم هیچی نیست. من میگم دعوای من و سعید چیزی نیست که با دو تا کل کشیدن و عروسی تموم بشه. من از این میترسم که خدایی نکرده این دعوا کشیده بشه تو زندگی شما دو تا. میدونم آزاد پسر خوبیه، اما میدونی اگر باباشی موقعی محاکمه بشه اون وقتی که تو فقط همسر آزاد نیستی، دختر کسی هستی که پدرشو انداخته زندان، اون وقت قضیه فرق میکنه. تمام نگرانی من، ترس من از این نقطه است. اگر من حرفی میزنم میخوام که به صلاح شما دوتا باشه بابا جان. بابا آزادم خودش باباش سر همین مسائل اختلاف داره. میدونم، اما اونا پدر و پسر هم دخترم. حسا جان تو نگران نباش، توکل کن به خدا، بالاخره یه طوری میشه. بفرمایید. خوبی؟ خدا رو شکر. چی شد؟ خبری شده؟ حالا بگی بشین. بشین. چشم. ببینم چیزی میخوری برات بیارم؟ نه ممنونم، میل ندارم. قهوه، چایی، هیچ. تشکر. هیچ. هیچ. ممنون. چیه؟ چرا قد به هم ریخته ای؟ نباید باشم هم. علیرضا گیر افتاده، اصلا همین الانم هم که فکرشو میکنم اصلا باورم نمیشه که همچین ماجرایی واسش پیش اومده. چی میگی پسر جون؟ به خودت مسلط باش. با خودخوری که چیزی درست نمیشه. میشه؟ نگفتین چیزی شده؟ تلفنای بابک رو کنترل کردم، فقط دوروریاش بهش زنگ زدم، هیچ مورد مشکوکی دیده نشده غیر از یه مورد که اونم سیم کارتش مال یه کارگر مهاجر بوده که الان مدت هاست از ایران رفته. حالا بعد چیکار کنی؟ چی؟ تنها شانس ما همینه. بر اساس فیلم و اظهارات علیرضا و علم قاضی ظاهرا مثل این که همه چی اینجوری به نظر میرسه که بابک با پای خودش رفته بیرون. و این داستانی هم که دارن در رابطه با علیرضا میگن که بعدش رفته بیرون اصلا قابل اثبات نیست. حالا بدترین حالت ممکن چیه عمو؟ حالا تو چرا چسبیدی به بخش بد ماجرا؟ ها؟ میخوام بگم اگر خدایی نکرده بلایی سر بابک بیاد تکلیف این پرونده چی میشه؟ بذار اینجوری بهت بگم، کارمون خیلی سخت‌تر میشه، خیلی.
یعنی اون وقت میشه اثبات کرد که قتل غیر عمد بوده یا نه؟ ای بابا، من نمیدونم شما جوان ها چرا انقدر جلو جلو پیش میرین. بیا بیا اینو بگی نگاه کن. چی هستن این هم؟ به اسم واردات دستگاه ها برای کارخونه ها کلی پول از حساب برداشت شده. واسطه واردات شرکت خصوصی بوده که انگار دیگه الان هیچ اثری ازش نیست. تلفنشون رو جواب نمیدن. یه سایت اینترنتی هم داشته که الان مدت هاست دیگه فعال نیست. آدرسش اونجا هست. برو یه سری بهش بزن ببین میتونی یه سری اطلاعات به دست بیاری یا نه. شما از کجا به اینجا رسیدین؟ همه اینا رو به وسیله یه دوست حساب دارم. فاکتور خرید دستگاه رو گرفت و چندین بار بررسی کرد. امیر، به نظرم یک سری زد و بند داره اتفاق میافته. خب نگاه کن. بعید نیست. سلام بابا. خروار خروار پول سرفیدم بابت اون همه کلاس‌های جور با جور خصوصی و عمومی و مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی، کوفت و زهر مار که آخرش بشه این؟ یه بشه کافه چی؟ بالاخره از یه جا باید شروع کنیم دیگه. بستنی کاپوچینو بدی دست مردم؟ مادرت گفت با هم کار داری. من و اسرا حرفمونو تموم کرد. میخوای پا بذاری جا پای خواهره داره؟ میخوای بزنی جاده خاکی؟ ببین بابا، زندگی ما داره سر مشکلات شما آقا محسن همجوری خراب میشه. چرا این بچه ها داری تتپتر میکنی؟
چرا حرفای تکراری تفت میدی؟ تو چیکار به اختلاف من و آقا محسن داری آخه؟ من به آقا محسن هم گفتم. من و اصلا تصمیم خودمونو گرفت. خب این کار درست. خوب کاری کردی. همینقدر که رو در روش وایسادی حرفتو زدی خودش یعنی یه قدم جلو. به هر حال من و اصلا تصمیممونو گرفتیم. میخوایم زندگیمونو شروع کنیم. حتی اگه شما موافق نباشید. آها. پس منو کشوندی اینجا که این حرفا رو بزنی. هر وقت یکت تهدیدم کنی. آره؟ کور خوندی. پس بزن منم حرف اول و آخرمو بهت بزنم. خودت فردا پس فردا کرکره اینجا رو میکشی پایین، درش رو تخته میکنی. وگرنه میگم در اینجا رو گیر بگیرم. من تو این شهر پیش مردم آبرو دارم.